گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد، با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با همکار خوبم امیر درخشان حضورتون تقدیم میکنم. ایام ایام شادی و پایکوبی و جشن گرفتن و هدیه دادن و هدیه گرفتن هموطنان ما و مردم بسیاری از کشورها این روزها این ایام رو جشن میگیرن. هموطنان کلیمی در سراسر دنیا این روزها هر جا که هستند هانوکا یا هانوکا رو جشن میگیرن. هموطنان مسیحی تا چند روز دیگه عید مسیح رو، میلاد مسیح رو جشن میگیرن و خلاصه همه جا ما شاهد پایکوبی و عرض کنم که چراغانی و نصب انواع و اقسام تزیینات روی درخت‌های کاج و این علائمی است که سایر هم به اصطلاح مردم در سراسر دنیا دارن ازش استفاده میکنن. و اما در مملکت ما جز غم، جز تشویق گریه و زاری، تو سر زدن، عزاداری و این گونه مسائل چیز دیگه‌ای تشویق نمیشه. البته اون مردم، ما مردم هرگز از این گونه ممانعت ها، از این گونه مخالفت ها و جلوگیری ها و محدودیت هایی که برامون به وجود آمده نهراسیدیم و به هر حال کار خودمون رو به هر صورتی که بوده کردیم. و آنچه که از ایران خبر میرسه اینه که مردم ما هم در جشن و شادی تمام مردم دنیا هر موقع جشن و سروری هست شرکت میکنند. و یکی از دوستانی که از ایران آمده بودن و گاه گداری میرن به ایران و برمیگردن تعریف میکردن که اکثر مراسمی رو که در سایر نقاط دنیا جشن میگیرن، مردم ما هم به خصوص جوانان جشن میگیرند و شادی میکنند از جمله. و این چیز جدیدی نیست، از قدیم بوده و ادامه داره علی رغم تمام تلاش هایی که رژیم کرده برای اینکه جلوی این گونه شادی ها رو بگیره. حتی عید نوروز ما رو، عرض کنم اعیاد زیادی رو که در مملکت ما مرسوم بوده و جشن می گرفتن، چهارشنبه سوری ما رو، عرض کنم حضورتون که تمام اینها رو به انواع و اقسام حیله ها متوسل شده، با فرستادن امام های جمعه به روی منابر و توصیه اونها که فرض بفرمایید چهارشنبه سوری حرام است و پریدن از روی آتش گناه هست و غیره، هیچ کدوم اینا مانع نشده که مردم ما دست بردارند از اون چه که بهش معتقدند و علاقمندند. و به هر حال امیدوارم این ایام رو هم همونطور که در سراسر دنیا گروه های مختلفی جشن میگیرند، مردم ما در داخل ایران هم بتونن این کارا رو انجام بدن. و درود به اونهایی که از این محدودیت ها هراسی ندارند و کار خودشون رو اونطوری که دوست دارن انجام میدند و پیش میروند. خبری که امروز شنیدیم و البته به زعم دی بسیار خبر خوبی هست، چون ممکنه مشکلاتی رو به وجود بیاره، از به زعم گروه دیگری خبری است که نشون میده که هنوز مسائلی هست که پشت پرده هست و حل نشده. مسئله جلوگیری از ادامه افشای مدارک مربوط به مسائل سیاسی در دخالت‌های آمریکا در ایران، به خصوص در زمان حکومت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، که تعدادی از مدارک منتشر شده، مدارک زیادی هنوز منتشر نشده. ادامه اون رو
متوقف کردن ادامه افشای اون رو و گفتند که این رو به علت اینکه مذاکرات اتمی ایران در جریان است و ممکن هست که افشای این اطلاعات خدشه‌ای به وجود بیاره و مانعی به وجود بیاره در راه ادامه این رسیدن به یک توافق، این رو فعلا متوقف کردن. و مسئله کوبا و اقدامی رو که آقای اوباما کرد در مورد برقراری ارتباط دیپلماتیک با کوبا، مسئله بسیار پر اهمیتی است که امروز من سعی میکنم طی صحبت با آقای دکتر محسن میلانی که مهمان این ساعت برنامه من هستند در میون بگذارم و نظر ایشون رو جویا باشم بشم و ببینم که ایشون نظرشون در این رابطه چیست. عرض به حضورتون که مسئله دیگری هم که مطرحه و این روزها راجبش زیاد صحبت میشه، همین مسئله هک کردن سیستم های کمپانی بزرگ سونی هست که یکی از فیلم های کمدی و طنزی رو که طنز سیاسی هست و بسیار مرسوم هست در کشورهای خارجی و هیچ کس هم نه دلخور میشه نه سانسور میکنه، بارها شده راجب سران حکومت ها در همون آن که روی در قدرت هستند در برنامه های شبانه تلویزیون طنز پردازان و برنامه های طنز کمدی که به صورت مداوم و مستمر ادامه داره، نه در یک شبکه بلکه در شبکه های مختلف توسط هنرمندان مختلفی که در این زمینه تبحر دارن، هر روز هر شب ما شاهدش هستیم. کسی نمیاد جلوی اونا رو بگیره، زندانشون نمی کنه، حبسشون نمی کنه، دارشون نمی زنه به خاطر اینکه حرفی زدن. و حالا رهبر کره شمالی، این جوانی که معلوم نیست تا چه حد اصلا قدرت، عرض کنم حضورتون که اداره یک مملکتی رو داره، یک چنین بلوایی رو به راه انداختن، سعی کردن با به کار گرفتن هکرهای خیلی متبحر احتمالاً در سیستم‌های کامپیوتری شرکت سونی رخنه بکنن و مسائلی رو که شاهد هستیم باعث بشن و مانع بشن از این که این فیلم در حال حاضر، هیچ معلوم نیست، یعنی فعلا کمپانی سونی از ادامه یعنی از در اختیار گذاشتن این فیلم در سینماها و به اصطلاح به نمایش در آوردن اون جلوگیری کرده، ولی گفته میشه که ممکنه در آینده این رو در اختیار بگذارن. و همینطور که لابد شنیدید در خبرها و این خبر ادامه پیدا خواهد کرد، حالا داستان این که جلوگیری بشه از این پخش این فیلم به جایی نخواهد رسید، برای اینکه گفته میشه در فضای مجازی و اینترنتی میشه این فیلم رو دید و اون هکرهایی که به هر حال همه جا حضور دارن اینجا میتونن این کار بکنن و این فیلم رو به نمایش بگذارن. و البته به مسئولین کمپانی سونی عده‌ای توصیه کرده بودن که چه بهتر که خود کمپانی سونی بیاد و این رو در اینترنت به صورت رایگان در اختیار همگان بگذاره. حالا باید دید که در این رابطه چه اقدامی به عمل خواهد آمد. همونطور که عرض کردم، مهمان امروز برنامه گلگشت آقای دکتر محسن میلانی هستند. با هم دیگه به فلوریدای جنوبی میریم و یا به جنوب فلوریدا میریم و با آقای دکتر محسن میلانی که معرف حضور شما هستند به گفتگو خواهم نشست. با ما باشید. The CIA is asking us to be a couple James Bonds. We have a dictator to kill. Let's go. Hello North Korea. We're entering into the most dangerous country on earth. Search him. Why'd you do that? There. You like it? You like it? Bounce to the wall. How many times can the U.S. make the same mistake? As many times as it takes. The interview. Rated R. خب بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه به اطلاعتون رسوندم، امروز این فرصت دست داده که با آقای دکتر محسن میلانی باشیم و تشکر میکنم از اینکه آقای دکتر پذیرفتن با وجود
گرفتاری های زیاد از جلسه ای که بودن، لطف کردن جلسه رو ترک کردن، آمدن که این گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم. سلام میکنم از راه دور خدمتشون و این اعیاد رو خدمتشون تبریک عرض میکنم، برای اینکه این روزها خیلی جشن و پایکوبی هست در سراسر جهان و گروه های مختلف این روزها رو جشن میگیرند و اعیاد مختلفی رو در واقع به استقبالش میرند و شادی میکنند. آقای دکتر سلام عرض میکنم. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و عزیزتون و تبریک هانوکا به همه دوستای کلیمی ما و همچنین تبریک کریسمس هم برای دوستان مسیحی نیست آقای دکتر؟ والا کریسمس هنوز نیومده، ما اگر اجازه بدید اونو به موقعش خدمتتون میرسیم و اون هم تبریک میگیم. ولی حالا که شما مطرح کردید، کریسمس هم تبریک، عید نوروز هم تبریک. بله، تمش نزدیک به همه دیگه آقای دکتر، خوشبختانه. آقای دکتر میلانی، بار قبل که در خدمتون بودم صحبت کردیم راجع به مسائل مختلف، مسافرتی که کرده بودید توضیحاتی فرمودید. این روزها یکی از مسائل بسیار داغ مسئله ارتباط سیاسی، برقراری ارتباط بین کوبا و امریکا هست بعد از بیش از 50 سال فترت و عدم ارتباط و تحریم‌های سنگینی که امریکا روی کوبا اعمال کرده بود. ممکنه در این مورد توضیحاتی بفرمایید؟ ببینید، قبل از اون که من در رابطه با مسئله اتفاقی که دو روز اخیر افتاده صحبت کنم، اجازه بدید یکی دو تا نکته رو در رابطه با مسئله تحریم‌ها و بلوکه کوبا و کشورهای دیگه بگم. اول از همه اینه که این سوال ما باید جواب بدیم که آیا تاریخچه تحریم هایی که از طرف غرب علیه کشورهای مختلف انجام شده، که ایران هم یکی از اونهاست، کوبا هم یکی از اونهاست، کره شمالی یکی دیگر از اونهاست، سوریه یکی از اونهاست، آیا این تحریم ها و در رابطه با کوبا بلوکه اقتصادی که دادن آیا مؤثر بوده، تأثیری داشته برای این کشورها؟ آیا اینکه به خاطر این تحریم ها وضع اقتصادی، وضع سیاسی کشورهایی رو که ما تحریم کردیم بهتر شده یا بدتر شده؟ آیا اونها به طرف آزادی رفتن، کشورشون آزادتر شده یا نه؟ و سوال دوم اینه که آیا وقتی که شما به تاریخ این 50 سال اخیر میکنید، بعد از جنگ جهانی 70-80 سال اخیر میکنید، آیا کشورهایی که وارد اقتصاد جهانی شدن وضعشون بهتر بوده، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اینکه به طرف یک سیستم دموکراتیک برن، یا اون کشورهایی که یا خودشون نخواستن یا کشورهای غربی بهشون اجازه ندادند وارد سیستم اقتصادی دنیا بشن؟ جواب من به این دوتا سوال اینه که تحریم ها به استثنای داستان آفریقای جنوبی در هیچ جایی مؤثر نبوده و ضرر زیادتری به ملت زده، ضرر زیادتری حتی به دموکراسی زده تا اینکه ما این تحریم ها رو برداریم. و جواب من به سوال دومم اینه که هر چقدر کشورهای جهان در اقتصاد جهانی بیشتر سهیم بشن، امکان این که در این کشورها ریشه های آزادی و دموکراسی رخنه بکنه خیلی بیشتره، رشد بکنه خیلی بیشتره. با در نظر گرفتن این دوتا مطلب، به نظر من باید گفتش که تصمیمی که آقای اوباما گرفته و تصمیمی که برادران کاسترو در کوبا گرفتن، که بعد از 50 سال رابطه دیپلماتیک خودشون رو برقرار بکنن، بسیار تصمیم درستیه و به نظر من تصمیمیه که هم به نفع ملت آمریکا، اقتصاد آمریکا و هم به نفع ملت کوبا و اقتصاد کوباست. ببینید، از زمانی که این تحریم ها و بلوکه اقتصادی علیه کوبا شروع شد، که در حدود 1-2 سال بعد از انقلاب مردمی کوبا انجام شد، تا امروز بحثی که کوبایی های آمریکایی
و بحثی که موافقین این تحریم ها کردن اینه که آقا ما باید بیاییم فشار بذاریم به سیستم کاسترو و این سیستم رو از بین ببریم. همونطور که میدونید در حدود سال 1961-62 بود که 1500 تا از کوبایای آمریکایی با کمک سازمان اطلاعاتی آمریکا در زمان آقای کندی حمله میکنن به کوبا که معروف میشه به حمله به خلیج خوکا گاف در کوبا. بله. بعد invasion of Bay of Pigs که با شکست روبرو میشه. و اگر کل اینها رو نگاه کنید میبینید که وضع کوبا تغییری نکرده، یعنی اینکه هنوز که هنوزه سیستم کمونیستی کوبا روپای خودش وایساده، ملت کوبا هم آزادی زیادتری ندارن، ولی از همه مهمتر وضع اقتصادی کوبا بدتر شده. من خوشبختانه موفق شدم در حدود 7-8 سال قبل از طرف دانشگاه خودمون یک سفری به کوبا بکنم و رفتم در هاوانا و چند شهر دیگه و واقعا میگم موقع که من کوبا رو دیدم با یک غم با یک ناراحتی برگشتم، برای خاطر اینکه اولا بسیار کشور زیباییه، مردم بسیار شاد و خوبی داره، ولی متاسفانه وقتی که شما تو هاوانا را میرید فکر میکنید که دیگه تاریخ بعد از 1961 دیگه وجود نداره اونجا. ساختمون ها همه ساختمون های مال دوران 1950-60، ماشین ها همه مال دوران 1950-60. تنها ساختمون هایی که شما در اونجا میبینید حداقل 7 سال قبل که من دیدم که تمیز بود، رنگ روشن داشت، رنگ شادی داشت، یا مال مدرسه ها بود یا مال بیمارستان ها بود یا مال دانشگاه ها. بلوکه اقتصادی آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا فقط وضع ملت رو بدتر کرده. آقای کاسترو هنوز هم رو قدرته بعد از اینکه اینها کودتا انقلاب کردن در سال 1959 و کسایی که امروز هی صحبت از حقوق بشر میکنن، این کشور یا اون کشور رو محکوم میکنن که آقا اینها حقوق بشر رو احترام نمیذارن، که کار خیلی خوبیه، اما باید فراموش نکنن شما وقتی که تحریم میکنید یه مملکتی رو و فقط و فقط ملت اون مملکت بدبخت و فلک زده میشن، آیا این هم حقوق بشر هست یا نیست؟ به نظر من هست و به خاطر همینه که آقای اوباما به درستی گفت که سیاست آمریکا در این چند دهه اخیر در رابطه با کوبا یک سیاست ورشکسته ای بوده، هیچ کاری نکرده، یعنی فقط باعث این شده که ملت کوبا وضعشون بدتر بشه و فقط باعث این شده که کوبا که در حقیقت یه چیزی در حدود 90 مایل از جایی که من دارم با شما صحبت میکنم بیشتر فاصله نداره، تبدیل بشه به یک دشمنی. من واقعا آفرین میگم به آقای اوباما برای این کاری که کرده، آفرین میگم به حکومت کوبا که سعی کردن این مسئله رو حل فصل کنن و به نظر من در دراز مدت این هم به نفع ملت کوبا خواهد بود و هم امکان این رو بیشتر خواهد کرد که ما ببینیم آزادی های بیشتری داده بشه در کوبا و کوبا به طرف یک سیستم دموکراتیک بره جلو. خیلی ممنونم آقای دکتر محسن میلانی. در مورد این تحریم ها، این روزها تحریم های جدیدی رو دارن بر علیه روسیه به خصوص امریکا اعمال میکنه، نظرتون در این مورد چیست؟ با کارهایی که مسئله روسیه با مسئله کوبا خیلی فرق داره. کوبا یک کشوریه در حدود 10-11 میلیون جمعیت بیشتر نداره، لحاظ اقتصادی اینا بیشتر اصطلاح کمک میگیرن از ونزوئلا، قبلا هم در دوران جنگ سرد کمک میگرفتن از اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد بسیار کوچک ضعیفی داره، لحاظ نظامی هم خطری برای آمریکا نیست، ولی خب روسیه یکی از پرقدرت‌ترین نظام سیستم های نظامی دنیا رو داره، لحاظ اقتصادی هم خب کشور غنیه، هم لحاظ نفت هم لحاظ نچرال گاز، گاز معمولی، به هم صادرات اسلحه های
کشتار دست جمعی و انواع مختلف اسلحه. بنابراین این دوتا رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد. ولی با این حال همونطوری که قبلا هم من یادم در یکی از برنامه با شما صحبت کردیم، آقای پوتین اگر فکر میکنه که این تحریم ها ضرری به اقتصاد روسیه نمیزنه، باید نگاه کنه ببینه که این تحریم ها چه ضرری به ایران زده. و ما میبینیم که الان این ضرر هم داره به روسیه داره میزنه. آقای پوتین همین دو روز قبل گفته بوده که فکر میکنه بتونه در دو سال آینده وضع نابسامان اقتصادی رو درست بکنه. ولی اگر ایشون سعی نکنه که یک طوری قانع بکنه کشورهای غربی رو که یه مقداری از این تحریم ها رو بردارن و تحریم های جدیدی رو اضافه نکنن، من فکر نمی کنم ایشون بتونه وضع روسیه رو نابسامان بکنه. ولی در هر صورت این تحریم ها هر جا که استفاده شده ضرر جدی زده به اون کشورها. ولی به استثنای، من دوباره اینو تکرار میکنم، این نکته خیلی مهمی آقای حجازی، ولی در هیچ جا به استثنای آفریقای جنوبی باعث این نشده که این رژیم ها از بین برن. یعنی حتی در عراق هم شما نگاه کنید زمان صدام حسین، بله، که واقعا تحریم های عجیب و غریبی علیه اون کشور غربی ها داشتن، تا زمانی که آمریکا 150,000 سرباز نفرستاد رژیم صدام به قدرت مونده. این تحریم ها فقط وضع اقتصادی ملت ها رو بدتر میکنه و به نظر من با حقوق بشر در تضاد است. پس نظرتون این هست که الان اشاره کردید به درسی که روسیه باید بگیره از تحریمی که روی ایران شده، ممکنه بیشتر در این مورد توضیح بدین؟ درس عمده ای که آقای پوتین باید از تحریم ها علیه ایران بگیره اینه که یک کشوری که مثل روسیه که مقداری زیادی نفت و گاز نچرال صادر میکنه، میتونه به خاطر تحریم های کشورهای غربی بهش ضرر زده بشه. یعنی اینکه اگر آقای پوتین سعی نکنه جلوگیری کنه از شروع یک جنگ سرد جدید بین کشورهای غربی و روسیه، تحریم‌ها علیه روسیه میتونن انجام بدن، میتونه وضع اقتصادی روسیه رو خیلی بدتر از این چیزی که امروز هست بکنه. بنابراین مصلحت آقای پوتین اینه که یک طوری سعی بکنه مسائل جدی خودش رو با آمریکا حل و فصل کنه. البته در خیلی از مسائل این دو تا کشور در یک جناح هستند. سر مسئله مثلا ایران اینا در یک جناح هستند. ولی خب اختلافات جدی با هم دیگه دارن و آقای پوتین اگر سعی بکنه که عکس العمل جدی نشون بده نسبت به این تحریم ها، اون موقع غربی ها هم مجبور خواهند شد عکس العملی به عکس العمل ایشون داشت باشن، که خب این برمیگردونه ما رو به دوران جنگ سرد و این به نفع روسیه و به نفع غرب نخواهد بود. آقای دکتر فکر نمی کنید که علت اصلی این تحریم ها عدم توجه این کشورها به تمام تلاش هایی است که میشه برای گفتگو کردن و حل مسائل از طریق گفتگو؟ یکی از دلایلی که من گفتم که کاری که آقای اوباما و برادران کاسترو کردن کار خیلی خوبیه و باید بهشون آفرین گفت، اینه که اینها به این نتیجه رسیدن که این تحریم ها این بلوکید ها جایی نمیرسه و بهتره که بشینن با همدیگه پشت یک میز و اختلافات خودشون رو با همدیگه درباره اختلافات خودشون با همدیگه صحبت بکنن و یه راه حلی برای این پیدا بکنن. ببینید شما الان نگاه کنید توی منطقه خاورمیانه، به جای اینکه گروه های مختلف بشینن با همدیگه صحبت بکنن دارن می جنگن با همدیگه. مسئله سوریه بهترین نمونه اینه. خب در این سوریه اینکه گروه های مخالف اسد و آقای اسد حاضر نشدن بشینن در ژنو و اختلافات خودشون رو حل کنن، چه نتیجه ای داشت؟ 200,000 کشته، یک چهارم جمعیت سوریه بی خانمان شدن و هنوز که هنوزه هیچ کدوم اون طرف رو از بین نبرده و شکست نداده. خب این هم در رابطه با روسیه و آمریکا و غرب هم صحت داره، مخصوصا این که روسیه الان هزارها بمب اتمی داره و میتونه کشورهای غربی رو و آمریکا رو با خاک یکسان بکنه.
بنابراین واقعا صحبتی که شما میکنی صحبت درستیه و من امیدوارم که قرن 21 قرن صحبت و گفتگو باشه به جای قرن کشت و کشتار و کله همدیگر بریدن و جنگ. آقای دکتر، مسائل کره، الان کره یکی از مشکلاتی که به وجود بودن و امروز به طور قطع معلوم شد که هکرهای کره شمالی سعی کردن اختلال به وجود بیارن در سیستم های شرکت سونی. ممکنه در این مورد اگه توضیح دارید با هموطنان اون در میون بگذارید و بعد من سوالات دیگرم رو خدمتتون مطرح کنم. ببینید، سعی نکردند که اختلال به وجود بیارن، اختلال به وجود آوردن. بله. و امروز هم سازمان اطلاعات آمریکا اعلام کرده که شواهدی داره که نشون میده که حکومت آقای کیم جونگ اون پشت این حمله های کامپیوتری بوده. و بعد امروز هم خود آقای رئیس جمهور آقای اوباما گفته که ما اون زمانی که خودمون تصمیم بگیریم و اون نوعی که خود ما بخواهیم عکس العمل نشون خواهیم داد به کاری که کره شمالی کرده. ببینید، امروز الان مسئله حمله های کامپیوتری یک قسمت جدیدی از جنگ شده. یعنی قبلا ملت میرفتن سر همدیگر میبریدن، شهرهای همدیگر رو بین میبریدن، ولی الان شما میتونید با سیستم های هک کردن اینفراستراکچر دشمن خودتون رو تقریبا از بین ببرید. میگن کره یه چیزی در حدود 2500 نفر آدم داره که توی ارتش کامپیوتری خودشون کار میکنن و کار اینها اینه که بیان و رخنه بکنن به سیستم های کامپیوتری غربی و آمریکا، به سیستم های بانکی و ضرر بزنن. خب متاسفانه چیزی که کره متوجه نیست اینه که خب آمریکایی‌ها که خیلی بهتر میتونن این کار رو بکنن و مسلماً هم جوابی خواهند داد. ولی جالبترین مسئله اینه که ما امروز واقعا میبینیم که دنیا دیگه حتی جنگش هم با قرن بیستم فرق کرده و این سیستم های کامپیوتری، حمله های کامپیوتری میتونه واقعا باعث دردسرهای جدی بشه برای سیستم های سلامتی آدم ها، برای سیستم های برقی شهرهای بزرگ و حتی برای سیستم های کامپیوتری اتمی. اگر یادتون باشه چند سال قبل یک سیستم کامپیوتری ورمی بعضی از کشورها درست کردن که باعث این شد یه مقداری ضررهای جدی به سیستم های کامپیوتری برنامه های اتمی ایران بزنه. بله. بله. این کاری هم که امروز کره شمالی کرده در حقیقت شبیه کاریه که میگن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه ایران کردن. خب ایرانی‌ها هم جواب دادن، برای اینکه همطوری که میدونید ایران هم یک ارتش سایبر داره و اونها هم سعی خواهند کرد که علیه هم دیگه رخنه بکنن. متاسفانه امروز ما در سطح جهانی هیچ قرارداد بین المللی نداریم که جلوی این کارها رو بگیره یا حداقل اجازه بده به یک سازمانی مثل سازمان ملل یا یک دادگاه های جدید که اگر کسی این کارها را انجام بده بتونن لحاظ قانونی پیگیری بکنن. متاسفانه هنوز ما به اونجا نرسیدیم چون این اول قضیه هست و به علاوه این که شما پیدا بکنی این حمله ها از کجا میاد گفتنش خیلی ساده است ولی انجام دادنش خیلی مشکله. من در یکی دو تا کنفرانس بودم که در رابطه با این مطالب صحبت میکنن و خیلی مشکله که شما بفهمی این حمله از کجا میاد، برای خاطر اینکه مثلا کره میتونه بره یک سری کامپیوترهای کشورهای دیگر رو بدزده بیاره و در کره اینها رو استفاده بکنه. خب شما موقعی که فهمیدید این حمله از کدوم کامپیوتر میاد، ولی اگر کامپیوتر در کره هست و در اروپا نیست چطوری میخواید برید دنبال کنه؟ یعنی خیلی مشکل این کار، ولی من شکی ندارم که به زودی راه حلی پیدا خواهند کرد و یک کنونسیون جدیدی امضا خواهد شد مثل همین کنونسیون خلع استفاده از سلاحهای دست جمعی که در سال 1968 اومد. در رابطه با این سایبر اتک ها هم همین اتفاق خواهد افتاد و من امیدوارم که هرچی زودتر اتفاق بیفته، برای اینکه کاری که
کره شمالی کرده واقعا کار عجیبیه. اومده به خاطر اینکه یه شرکتی اومده، سونی اومده یه فیلمی درست کرده که در این فیلم آقای کیم جانگ اون آخر کلش میتره که اینا اومدن و سیستم کامپیوتری یه شرکت بزرگ رو بین بردن و بعدم گفتن که هر کسی اگر سونی این فیلم ها رو نشون بده اینا حمله میکنن، مثل حمله سپتامبر 11 که واقعا شرم‌آوره و نشون میده که کره شمالی چه کشور بدبخت و فلک‌زده‌ای شده که به خاطر اینکه یه فیلمی در رابطه با یه بچه جوونی که الان رئیس اونجا درست کردن، فیلم طنز آقای دکتر، یعنی یه چیز طنز و معمول توی کشورهای پیشرفته و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. کاملا درست میگید. دیشب توی برنامه آقای جان استورت، بله، جان استورت یه نکته خیلی جالبی رو میگفت. میگفت بابا خب منم یه فیلم درست کردم در رابطه با زندانهای ایران، بله، ولی اصلا ایرونی ها محل من هم نگذاشتن، خیلی ناراحت بود. میگفت ولی کره یه دونه فیلم درست میکنم ببین چه جنجالی میشه، در سری درست کردن. من نکته خیلی جالبی، در هر صورت میدونید یکی از کره شمالی یکی از واقعا میگم فلک زدین کشورهای دنیاست امروز و یه اقتصاد خیلی کوچولویی داره با اینکه جمعیت نسبتا زیادی داره و اللحاظ سیاسی اقتصادی از هر نوعی شما نگاه کنید کشور عقب افتاده ایه، ولی متاسفانه در یه سری از کارها خیلی جلو هن، در برنامه های اتمیشون، در برنامه های موشکیشون و در برنامه های حمله های کامپیوتری خیلی جلو رفتند. آقای دکتر، این شایعاتی که راجع به وضعیت مردم کره شمالی هست که مردم از ناچاری علف میخورند و وضعیت قضاییشون بسیار بده، این تا چه حد درسته؟ والا آقای حجازی، من متاسفانه انقدر مطالعه ندارم که بگم این درسته یا نه. این چیزهایی که شما گفتید من هم خوندم، بله، ولی من خودم یعنی حدسم اینه که انقدر که اینها میگن بد نیست، ولی انقدر هم که خود دولت کره شمالی میگه خوب نیست، بله. ولی این که ملت علف بخورن اینها، من واقعا دبارش خوندم، ولی اینکه آیا حقیقت داره یا نه من نمیتونم اظهار عقیده بکنم. ولی ما شاهد گریه اجباری دست جمعی مردم برای فقدان پدر این رهبر جدید بودیم آقای دکتر، نبودیم؟ والا من همونو دیدم. آیا این اجباری بود یا حقیقی بود من اینها رو نمیدونم. در هر صورت در نظر داشته باشید که این سیستمی که در کره هست یه عده زیادی نونخور داره، بله، خب، یعنی علت این که وضع اختلاف طبقاتی در اونجا که یه کشور کمونیستیه به اصطلاح خیلی زیاده همینه که دولت و کسایی که دوره بر دولتن تمام ثروت این مملکت و اون مملکت رو دارن میخورن، به خاطر همین یه عده زیادی مفخور دوره بر این سیستم هستن و خب مسلماً موقعی که رئیس اون سیستم میمیره شاید واقعاً اونها از ته قلب گریه میکردن، ولی اینکه آیا از ته قلب گریه میکردن یا با فشار گریه میکردن مهم نیست به نظر من. مهم اینه که اکثریت ملت در کره وضع بسیار اسفناکی دارن و اگر شما میخواهید ببینید که سیستم کمونیستی چقدر بد کار میکنه، مقایسه بکنید کره جنوبی رو با کره شمالی. بله. من کره شمالی نبودم ولی فیلماشو دیدم، ولی کره جنوبی بودم. بله. و واقعا یک کشور جلو رفته، سیستم دانشگاهی بسیار خوب، بسیار مردم شاد و خوب و سئول وقتی شما میرید واقعا یک شهر مدرنیه. اینا همه بعد از جنگ جهانی دوم شده به خاطر اینکه در یک کره آزادی هست، یک کره سیستم سرمایه‌داری داره خوب رشد میکنه، در یک کره سیستم اقتصادی در اقتصاد جهانی قاطی شده و در کره دیگه درست برعکس این، که برمیگرده به نکته اولی که من در مصاحبه بهش اشاره کردم که آیا وقتی که یک کشوری وارد سیستم اقتصادی جهانی میشه به نفع مردم و به نفع دموکراسی در اون کشور هست یا نه. به نظر من کره این سوالو خیلی خوب جواب میده و از اون هم بهتر
میتونیم برگردیم به وضعیت آلمان جنوبی، آلمان شرقی و غربی که یکیش زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود. ببینید وضعش چیه، هنوز که هنوزه نرسیده به غربی، آلمان غربی. و آلمان غربی هم که خودتون میدونید که از جالبترین و بهترین اقتصادهای دنیا رو داشت، وضع ملت خیلی عالی بود. این به نظر من این مسئله مهمه در رابطه با کوبا، این در رابطه با ایران مهمه، این در رابطه با کشورهای دیگه مهمه. برای خاطر همین من دوباره میخوام بگم که این تحریم ها، این بلوکیت ها نه فقط کاری انجام نمیده، بلکه به ضرر ملت و حتی به ضرر دموکراسی هم در این کشورها هست. آقای دکتر، امروز اطلاعیه، امروز که پنجشنبه است، اطلاعیه ای رو ما شنیدیم از رسانه های ارتباط جمعی که امریکا از ادامه افشای اسناد مربوط به آنچه که در ایران انجام داده در گذشته و احتمالاً 28 مرداد و غیر ذلک که قرار بود اینا رو منتشر بکنه جلوگیری کرده ادامش رو و قرار شده که این جریان رو متوقف بکنن، چرا که میخواهند ببینن که در واقع این مذاکرات اتمی امریکا به کجا میرسه. به نظر من با در نظر گرفتن حساسیتی که در ایران در رابطه با کودتای 28 مرداد، و من لغت کودتا رو زیرش خط میکشم، کودتای 28 مرداد هست، من فکر نمی کنم آمریکا تصمیم بدی گرفته که فعلا اینها رو به چاپ نرسونه. علتی که این حرف رو میزنم اینه که اینها خلاصه این رو بیرون خواهند داد. این نیست که گفتن ما این رو چاپ نخواهیم کرد، گفتن فعلا در شرایط حساس امروز این کار رو نمی کنیم. و دلیلش هم خیلی روشنه، دلیلش اینه که هم در داخل ایران، هم در منطقه و هم در آمریکا کسایی هستن که منتظرن شیطنت بکنن که مبادا مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک به جایی برسه و یک قراردادی بین این هفت کشور امضا بشه. خب شما موقعی که میایید و میخواهید با آمریکا یک قرار، آمریکا هم یکی از این کسایی که باید این امضا بکنید، یه دفعه میایید یه سری مدارک میدید بیرون که نشون میده آمریکا در سال 1953 کودتا کرده که همه میدونیم این کار رو کرده، ولی یه سری مدارک میایید بیرون، چیکار دارید میکنید؟ دارید در حقیقت اجازه میدید به این گروه هایی که میخوان شیطنت بکنن خیلی راحت بیان از این استفاده بکنن، دردسر به وجود بیارن برای این مذاکرات. به نظر من تا زمانی که این مذاکرات داره میره جلو دلیلی نداره این مدارک بیاد بیرون. این مدارک میتونه بعد از اینکه این قراردادها امضا شد بیاد بیرون. من به نظرم تمام این مدارک باید بیاد بیرون و من امیدوارم که شنوندگان شما فکر نکنن که من این حرفو دارم میزنم به خاطر اینکه فکر نمیکنم در ایران کودتا بوده. من و شما با هم دیگه شما مصاحبه با من داشتید در رابطه با مرحوم دکتر مصدق و من در اونجا خیلی روشن گفتم که به نظر من مصدق ابرنخست وزیر ایرانه و از کسایی که به ایران بی حد و حساب خدمت کرد و من معتقدم که دلیل افتادن آقای مصدقم کودتایی بود که کودتای ننگینی هم بود. بنابراین خیلی مهمه اینو شنوندگان شما بدونن که علتی که من دارم میگم باید این تأخیر بهش داده بشه برای پابلش کردن، برای نشر این مدارک، این نیست که من از مخالفین مصدق هستم، نه، من فقط میگم فعلا مصلحت ایران، مصلحت ایران، اصلا مسئله جمهوری اسلامی نیست، ایران، مصلحت ایران در این شرایط بسیار حساس منطقه اینه که این مسئله اتمی خودش رو با غرب حل بکنه. اگر نکنه دردسر براش خواهد بود، برای منطقه بده و برای ایران بده. اصلا گفتم مسئله جمهوری اسلامی رو بذارید کنار، مسئله ایران، شما فقط دور و بر ایران رو نگاه کنید، ببینید تو پاکستان که به اصطلاح یه کشوریه که دولتی داره، حکومتی داره، آقا رفتن 150 تا بچه رو کشت. بله. شما نگاه کنید در افغانستان چیکار دارن. شما برگردید تو عراق، ببینید تو عراق چه اتفاقاتی داره میفته.
همین چند روز قبل یه قبر پیدا کردن 200 آدم و بدبخت سنی رو این گروه داعش کشته. ترکیه رو هم نگاه کنید، بعض ترکیه هم نابسامانه، از اون بر شما سوریه رو نگاه. یعنی درست در این شرایط آیا به نفع ایران نیست که این مسئله اتمی خودش رو حل فرض کنه؟ اگر هست باید تمام مسائلی رو که میتونه مسئله درست کنه برای حل مسئله اتمی باید گذاشت کنار. بعد از اینکه انشاءالله این امضا شد اون مطالب بیاد بیرون، و من امیدوارم که سازمان اطلاعات آمریکا تمام مدارک رو بیاره بیرون که نشون بده این کسایی که در خارج از ایران دارن مرتب صحبت از این میکنن که در ایران کودتا نشده بلکه یک به اصطلاح نهضتی بوده و کودتای سیاسی خورد و این ملت که آمدند و مصدق رو انداختن، نشون بده که این تز برشکسته خاطر این که ما در ایران کودتا داشتیم و این کودتا انگلیس با همدیگه با کمک خیلی از ایرانی ها موفق شد. خیلی متشکرم آقای دکتر. عده‌ای معتقدن که اگر این شرایط در ایران به وجود نمی آمد، ایران امروز میتونست از نظر تکنولوژی و پیشرفت های علمی در ردیف کره جنوبی باشه که شما به تفصیل راجع به وضعیت کره صحبت کردید. چیه نظرتون؟ منظورتون از کودتا یا انقلابه؟ انقلاب. ببینید آیه اجازی، من دوباره باید بگم که این خیلی مشکله. بله. این سوال رو جواب دادن، اینکه اگر انقلاب نمیشد، خب انقلاب شد و اگر نمیشد خیلی مشکل جواب بدیم. ولی بله، اگر انقلاب نمیشد، اگر سیستم ایران هم یک سری تغییراتی توش پیدا میکرد، برای اینکه اون سیستمی که قبل از انقلاب بود به طور باید تغییر پیدا میکرد. بله بله، اگر تغییر پیدا میکرد جواب دادن به این سوال شما خیلی مشکل خواهد بود. بله. اگر ما، یعنی این اگرها رو رو هم دیگه بذاریم و بعد بخوایم به یه نتیجه برسیم که اگر این اتفاقات نمی افتاد ایران الان کره بود و چون ایران الان کره نیست بنابراین انقلاب خوب یا بده، من اصلا با این طور طرز فکر مخالفم، چون به نظر من نمیشه این سوال جواب داد. مسلم اینه که اگر وضع ایران طوری بود که انقلاب نمی شد و اگر تغییرات سیاسی در سیستمی که شاه درست کرده بود که یک سیستم دیکتاتورشیپ فردی بود اینها رو میتونستیم ما عوض بکنیم، خب مسلمه وضع ایران خیلی بهتر میتونست بشه از الان. ایران توش انقلاب شد. همه جای دنیا وقتی انقلاب میشه برای سالیان طول میکشه که ملت بتونن، اون مملکت بتونه برگرده به دوران اولش. بنابراین من ترجیح میدم که خیلی در رابطه با این سوال، با این فرضیه شما نخیر. من این رو عرض کردم، صحبتی است که مطرح میشه و میخواستم نظر جناب عالی رو بدونم، وگرنه همونطور که اشاره کردید این اگرها هیچ وقت نمیتونه به اصطلاح مسئله رو حل بکنه. بله. ببینید اینا بیشتر این سوالها از طرف کسایی میاد که میخوان یه برنامه سیاسی دارن و میخوان بگن که مثلا اگر ما میشد ایران ما این میشد. خب من اصلا یه چیز دیگه میگم، من میگم آقا این کسایی که این حرفو میزنن بیان این سوالو جواب بدن. اگر کودتای 28 مرداد نمیشد، اگر اجازه داده میشد مصدق سیستم پارلمانی دموکراتیک پارلمانی که درست کرده ادامه بده، خب ایران که میتونست خیلی بهتر از اونم بشه به طور قطع. و بعضی ها دیگه، یه عده دیگه میتونن بیان اصلا بگن آقا زمان رضا، یعنی این نوع سوال ها به نظر من سوال هایی که فقط باعث این میشه ما در رابطه با مسائل دنیا اونطوری که هست نیاییم فکر بکنیم و در عوض اونطوری که ما فکر میکنیم دنیا باید باشه ما فکر بکنیم. و میدونید ما تو ایران این خیلی رسمه که ما بیایم در رابطه با چیزایی که حقیقت نداره، چیزایی که میتونسته باشه و باید باشه صحبت میکنیم. مثل اینکه مثلا خیلی ها میگن آقا باید ایران توش
اختلافات طبقاتی وجود نداشته باشه. باید ثروت بین همه تقسیم بشه به موازات. خب منم دلم میخواد اینو، ولی خب چطوری میخواد انجام بگیره؟ بله آقای دکتر، فرصت کوتاهی داریم. در این فرصت اشاره گفتی کردید به این که این روزها جنگ هایی رو که سر میبرند و اینها تبدیل شده به جنگ های اینترنتی و سایبری. الان ما شاهد هستیم در بعض پاره از نقاط دنیا این گروه خلافت اسلامی یا داعش چه جنایاتی رو داره مرتکب میشه، که باز امروز خبر خوبی که بود این که پیشمرگه های کرد تونستن یه قسمتی رو که اینها گرفته بودن پس بگیرن و عده‌ای رو نجات بدن، که البته این عده به حد کافی لطمه خوردند و آواره شدند و جان عزیزانشون رو از دست دادن. یه دو سه دقیقه فرصت هست، در این فرصت ممکنه توضیحی در این مورد بفرمایید؟ ببینید نکته‌ای که من بهش اشاره کردم درباره جنگ‌های کامپیوتری و اینترنتی اینا این نبود که سیستم‌های جنگی قدیم از بین رفته. گفتم این یک نوع جدیده، یک نوع جدیدی از جنگ بین کشورهاست. اما در رابطه با داعش به نظر من اگر شما نگاه بکنید منطقه رو، از این کشت و کشتار واقعا من نمیدونم چه لغتی استفاده کنم، غیر انسانی که در پاکستان طالبان انجام دادن، بله، با کشت و کشتاری که داعش داره انجام میده، دخترها رو برده میگیرند، مجبورشون میکنند با به اصطلاح جنگجوها ازدواج کنن، اگر نکنن میکشنشون. اینا شما اگه همه نگاه کنید اللحاظ فکری طرز فکرشون یکیه، ولی خب یه عدهشون در افغانستانن، یه عدهشون در عراق و سوریه هستن. اینا کلن طرز فکر وهابی و سلفیزم دارن و تا زمانی هم که ما با اون نوع طرز فکر مبارزه نکنیم از شر این آدم ها، این حشرات راحت نخواهیم شد. و به نظر من علائمی هست که کشورهای عربی دارن متحد میشن علیه داعش. همین امروز نخست وزیر عراق یک نامه خیلی خوبی رو نوشته آقای عبادی و گفته که داره سعی میکنه اختلاف خودش رو با کردهای عراق حل بکنه. سر مسئله تقسیم پول نفت دارن به موافقت میرسن، یا حداقل به یه موافقت‌های مهمی رسیدن. داره سعی میکنه که با قبایل سنی عرب همکاری بکنه و میخوان برگردند و داعش رو از بین ببرن. از اون طرف هم همونطوری که میدونید جت‌های هواپیماهای ایرانی وارد معرکه شدن، حمله نظامی کردند و یک سری از به اصطلاح اینستالیشن های سازمان داعش رو از بین بردن. ما میدونیم که پاسداران انقلاب اسلامی هم در اونجا هستند و دارن کمک میکنن به دولت عراق. و خب غربی ها هم به این نتیجه رسیدن که امروز مهمترین تنشی که هست در دنیا این مسئله اکستریمیزم یا افرادگری که از طرف این گروه ها میاد، و من امیدوارم که همه متحد بشن که از شر این واقعا سرطانی که این منطقه را گرفته ما راحت بشیم. آقای دکتر محسن میلانی، بی نهایت سپاسگزارم از فرصتی که بار دیگر در اختیار برنامه گلگشت گذاشتید. امیدوارم در آینده نزدیک مجددن فرصت داشته باشید که در برنامه شرکت بکنید و ما از محضرتون استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از شما آقای حجازی. خواهش میکنم. به شما بعد از ظهر بخیر، عصر بخیر میگم و از جنابالی، از امیر درخشان و از همه هموطنانی که لطف کردن به پای صحبتهای من و شما نشستن خداحافظی میکنم. روز و روزگار به شما خوش.